بیا هم شراغلاست اسد سکندر فلمی ستوری زموږ سره شته دی، زموږ خبرې دوام لري. اوس به هم راشو دې ته. سکندر صاحب، که څوک وغواړي یا انجلۍ یو هلک وغواړي چې فلمی ستوری شي، نو هغه باید څه کارونه وکړي؟ یا آیا ډېره ستونزمنه ده چې هغه فلمی ستوری شي، او یو څه هغه پروسس یا څه خاص کارونه باید ترسره کړي چې بیا فلمی ستوری شي؟ اولا اینطور است که باید چی یک دختر باشه یا چی یک بچه باشه، استعداد باید داشته باشه. چی میخواد؟ اگر میخواد که رشته نقش بازی را یا اکتینگ کار کنه، یک مسئله است. اگر میخواد کارگردان شوه، کاملا یک اپ دیگه است. اگر میخواد کارگردان شوه، باید حتما او بخونه رشته را. بسیار زیاد مهم است. باز استپ با استپ یا قدم به قدم میتونه او پیش بره. اگر میخواد که هنرپیشه باشه، اولا استعداد داشته باشه. استعداد باید مشخص یا استعداد باید یو برخی داده ولری؟ دیر ضروری دی. دیر ضروری. استعداد یکی از گپایز. خب اگر بتونه در بغلش مطالعه کنه، خب نور الان نور. و اگر مثل شما تحصیلات عالی دمی بخش کنن و بیخی نور نور. اینطور است که تحصیلات آدم برای کارگردانی آدم یا برای خود سینما بسیار مفید است. و میتونه در بر اکتینگ آدمو بسیار کمک کنه، نه؟ یک گپ که میخونی، مطالعه میکنی، یاد میگیری، یا ازی که میبینی بسیار فرق میکنه. گرچه تجربه خودش میگه استاد است، اما بازم ضروری است. ضرور استم. بله. بله. بر شما مشکل ترین نقش در فیلم های شما کدام نقش بوده که برتون برای من مشکل کن تمام شده؟ مشکل ترین نقش شاید کمدی باشه. زمان جان من کمدی که خوب نیستم. خود کمدی هم یک استعداد میخواد. استعداد میخواد. همین بعض هنرپیشه‌های ما که هست من خوب نقش خوب بازی میکنن، خوب کمدی بازی میکنن. این نمی خودش کلان یک گپ است. باز ما هم همکارای ما که در بخش کمدی هستن، ابراهیم عابد هستن، متین جان هستن، روشن جان هستن. در اینا راستی کدامش انتخاب میکنین؟ والا من عرصه شانه دوست دارم. یکی را باید بگوین سر من قار نشد. اگه یک شه بگوین باز دیگه خفشه و باز نمیشه. یک برنامه مرا بخواین باز بگوین خوب مرا دیگه زیر چی بگیرن؟ نه نه، من تا که عرصه شانه مش راست بسیار مهربان و خفه نمیشن. نه ما مشتاسم شانه، اما نه باز خفه میشن. یکی شه انتخاب کنین خیر. جدی؟ خفه خونه میشه؟ نه نمیشه، من این زمانت شما زمانت. والا عرصهش خوب است، مگر آبدان بسیار خوب است. عابد جان که خبرونه گوری نو نمره دی واخسته ماشاءالله. عابد جان خدا خوب هم نقشا جناب رئیس صاحب جمهور هم بسیار خوب بازی میکنه. هم یکار نقشه که بازی میکنه بسیار جالب بازی میکنه. ریختی هم. بله. موږ درې واړه موږ یعنی یوازې موږ نه، ټول افغانستان دوی خندوي، هغوی په شونډو باندې مسکا راولي. واقعا موږ درې واړه د ویاړ ځای دي. شیر احمد جانه، له خیره سره چمتو دي خواړه چې بس نو وروره خواږه تیارېږي؟ دا خواړه زمونږه او لږ سره تر څومره د کارونه له خیره ورسېدل؟ اتیا فیصده کارونه شوي دي، نو شل فیصده نورې پاتې دي. او زمونږ خوږ میلمه چې راغلی دی، دې ته به هم خواږه خواړه تیاروو. ماشاءالله ښایسته ښایسته فلمونه لري، او تل د دې د فلمونه موږ ګورو. ډېر ښایسته فلمونه لري. ډېر مننه تشکر. ډېر مننه بخیرم. خوب چیز مزهدار پخته کردم. باش گفتم که براتون یک شیرینی مزهدار جور کنم که همیت شیرین هستین در دلهای کلگی هست. ډېر مننه شیر احمد. تشکر. تاسو مخکې یادونه وکړه د سینما نه چې لږ څه ستونزې پکې شته دي، مشکلات شته دي، خو لکه همکاري وکړو حتما هغه ستونزې حل کېږي. دسې څه ستونزې دي او ولې لامل یې څه ده چې دغسې زموږ سینما پرمختګ نه دی کړی؟ اولا خب ما یک آدم زیاد انتقادی نیستم که زیاد انتقاد کنم. یک مملکت، یک کشور تنها د انتقاد جور نمیشه که هر کس بخیزه به نوبه خود انتقاد بکنه. و او رو همیشه سر دولت باید انتقاد بکنه که دولت. نه، ما باید دست همکاری بتیم. چی در سینماست، چی در همه گپاست، کشور ماست، دولت ماست، باید همکاری بکنیم. نه ای که همیشه انتقاد بکنیم، توهین بکنیم، تحقیر بکنیم یکی دیگه. خدا نه، این درست نیست به نظر من. سینما یکی از مشکلات های کلان ما خو امی خود نداشتن سینماست افغانستان. تمام سینمایی که ببینید در پارک مثلا آریانا، بسیار سینما هست که مخروبه شده، از بین رفته، بازسازی دوباره نشده. بازسازی من چند بار پیشنهاد کردم به مقامات مربوطه که لطفا امیر با ما بتین یکی از سینما را که من عالی را جور کنم، مقبول جور کنم، به استاندارد
دنیا که همه افغانای ما پس بین با خانواده خود فیلم ببینن. خب این فرهنگ فیلم دیدن هم رواج شاید دوباره بله. مردم یک تفریح بسیار خوب است. اگر زمانی که ما یک سینمای خوب داشته باشیم مثل این باره، ما یقین دارم که مردم، درست است که جنگ هست، انتحاری هست، بسیار بدبختی هست، اما مردم با امید زندگی میکنن. مثل که من سریال خود جور کردم با امید فردای بهتر، ما امید باید امیدوار باشیم. او خلکو ته هیله ورکو، هغوی ته انګیزه د ښه ژوند ورکو. که اسد سکندر ولسمشر شي، افغانستان ته به څه تغییرات راولي؟ والله ته یک سواله. یو تغییر به یادونه وکړي او یوه هیله. ما اگر رئیس جمهور شوم د کشور، اول قانون تطبیق میکنم. با هر کسی که باشه باید قانون سرش تطبیق شه. چی یک وزیر باشه، چی یک آدم عادی باشه، چی یک ملکی باشه، چی یک وکیل پارلمان باشه، باید قانون. و دومین تغییری که ما بخوایم بیارم، طفلایی که در سر کوچه ها میگردن یا از والد باید بکشادن و برشان یک زندگی آینده بهتر و روشن جور کنن. ما یکان دفعه که در موتر میباشم می اطفال میبینم از داخل موتر، بسیار مایوس میشم. چیزی در توان ما نمی باشه که من بیشتر همراهشان همکاری کنم، ولی خیلی مایوس میشم. و واقعا بسیار یک نقطه خوب اشاره کردیم که باید به اطفال که در سرک هستن، اطفال که باید نباید کار کنن، باید برشان توجه شه. طفلک ها میگه که کاکو جان امی بوتک های ترنگ کنم، بسیار دل آدم میسوزه. یعنی واقعا مایوس کننده است این گپا. اگر انشالله او دا وقت دوی د تعلیم د زده کړې د خوشاله ژوند د تیرولو د لوبو وخت ای زمان میشه که اصلا کس به اونا به طرف چیرگکشون که سیلم نمیکنه برو میگه این یک کمک کم نیز زیاد رنجاور است. امیدوار هستم که یک توجه جدی سر از این مسئله شوه. بالکل که تاسو نوی کارونه ولری یا هم څه نوی پلانونه لری د افغانستان د سینما لپاره او د افغان ستورو لپاره چې هغوی په فلمونو کې کار کوي، د هغوی لپاره څه پلانونه لری یا هم کوم نوی فلم تر لاس لاندې لری؟ ما زیات کوشش میکنم که سریال جور کنم. همی سریال یک سریال که دارم بخیر چند ماه تو به نمایش گذاشته میشه و اگر رسانه ها تلویزیون ها همکاری بکنه، من دوست دارم سریال های زیاد جور کنم، هم به زبان پشتو هم به زبان دری جور کنم که سینما رشد کنه. همی سینماگرای ما خانمای عزیز هستن، بسیار علاقمند به سینما هستن، پسرها هستن علاقمند به سینما، میخواین پروفشنلی بیاین به سینما. بله و من میتونم دیر از زیاد مننه. گرانو دوستان، تاس کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او یا هم موږ ته پیغام را پرېږدئ. اته شپږ پنځه شپږ له لارې موږ ته مسیج را پرېږدئ. اوس به هم لاړ شو لنډې دمې ته، له دمې نه وروسته بیا هم خپرونه دوام لري. تر پایه شیبه زموږ ملتیا وکړئ.